علیک السلام. از طرفی که پاکستان خودش حرفشنوی 100% با عربستان داره، خب عربستان میشه اینا رو میپیچونه، اونا میشه اینا رو میپیچونن. زیاد به این موضوعات، اینا موضوعات حاشیه است، هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی مثل این میخواد بمونه که مثلا یه موچه میخواد با فیل میخواد چه میدونم شاخشونه کنه. اصلا این موضوع خنده داره، میفهمی؟ یعنی در حد همین شاهزاده شون دیگه، شاهزاده اونا و اینا همه شون شما اصلا نه بردیم دشمنان ما ماشاءالله، یکی از یکی قوی تر. آقا سید چیکار کنیم ما؟ نمیدونم چیزم تعریف فروخت. متمسک میشیم به معجزات و خیر و برکات ساندیس. والا به خدا هر که مامانش قهر کرده میخواد بیاد با ایران دعوا کنه، و برید یه جای دیگه، برید با یکی دیگه دعوا کنه که هم قد نه با ایران دعوا نمی کنه. این قوله، قول بهتون میدم، داستانه. هیچ کسی جرأت نزدیک شدن به ایران نداره. این قول بهتون میدم، اگر واقعا اونایی که میخوان این کارو بکنن، یعنی با خودمون باید بگن سوپر احمق، نه اینکه احمق، سوپر احمقه که بخواد این کار رو بکنه، خب له میشه. الان همینه میدونن، این چیزیه که همه آدم هایی که خبر میدونن، خود آمریکا میدونه دیگه. چی میگن، خود آمریکا وقتی نتونه با ایران روبرو بشه، میخواد مثلا این مورچه ها حرکت کنن. یعنی چیز مسخره است بابا، نگران اون موضوع نباشید. رضا کافی بیا بالا. رضا اگه دوست داری بیا بالا. رضا کافیه تو رو خدا نمیارنش اینجا رو قوقا اینجا رو شلوغ میکنه دیگه، نمیذاره کسی صحبت کنه. چرا بابا، رضا بنده خدا. البته ما یه گله از آقای سید هم داشتیم در حضور جمع که نمیشه، اما خب بالاخره من کوچیک شما، من کوچیک هستم. نه بفرمایید داداش. دو تا گله داریم. یک گله این که شما با این ارازل اوبای زیاد کلکل میکنی. ما به عنوان یه برادر به شما توصیه میکنیم زیاد با احمقا صحبت نکنیم. من تازه تقریبا یه نیم ساعت پیش در عرایض خودم گفتم به دوستان، صحبت کردن با احمد به مثابه کشتن پشه رو صورت خودته. دقیقاً. از خواهشم وقتی وارد این بحث ها میشی باشون، هیچ چیزی نمیشه این غیر از توهین. وقتی به دوستمون، به رفیقمون، به هر کسی، هم دینمون، هم کیشمون توهین بشه، همچین زیاد خوشایند ما نیست. حالا گذشته از افکار و ایدئولوژیک و چیزهای دیگه، خداییش من نمیگم که خدا خودش میدونه که من هیچ وقت دوست ندارم به هیچ کسی توهین بشه، کسانی که از خود کشور من هستن، حالا موافق یا مخالف. اونایی که من مخالفم، من میگم اینا جاهلن. اونایی که موافقن باید موافقتشون رو درست بیان کنن که بتونن دافعه به وجود نیارن. ما باید جاذبه داشته باشیم. اینه که ما که به بزرگوار آقای ریمن خدا وکیلی، من اصلا دوست ندارم نه خودم به کسی توهین بکنم نه توهین بشنوم. من اینکه به قول من پاراجور خورده باشه مغزمون که اینجوریه، ولی خب اینا یه حالت هدفمندن عمل میکنن با امثال من و شما و بزرگوارا. حالا من یه مقدار جریترم به قول معروف، با رخ هم اکثر موقع صحبت میکنم و این وحشت انداخته به دلشون. اینا میان مرتب فحاشی های رکیک زنده مرده آدم رو میشورن، تهدید میکنن که ما رو از میدان به در بکنن. اینا نمیدونن که ما از میدان جنگ حقیقی فرار نکردیم. اینا فکر کردن که الان یه کار مثلا دیروز امروز، این مدتی نیست که من تو تیک تاک اومدم، من 6-7 ساله با اینا به صورت حرفه‌ای دارم باشون برخورد میکنم. من هیچ موقع هم نتیجه ندادن، همیشه هم گمنام شدن. بعد از یه مدت اومدن خودشون خسته شدن. بهشون هم گفتم این ادبی ادبیا و
بی نزاکتی های شما شما رو به هیچ جایی نمیرسونه. در صورت ما نتیجه نمیده. ما هم دوست نداریم یکی بیاد ما بیادبی میکنه. اینا تو تصورشون اینه که با این کار مثلا من هم میدون به در میکنن دیگه نیام مثلا تو فضای مجازی با مردم هم صحبت بکنم، با جوان ها صحبت بکنم. اینا اینجوری میکنن. هدفشون اینه. 13 تا مسیج رسید برام و به قول خودشون منو از دایره خودشون خارج کردم که من چرا با شما یه نوعی صحبت کردم و چرا با شما دقیقاً با هر کس که من صحبت میکنم لایف میذارم، حتی مثلا اینجا کامنت می‌نویسم، مثلا میگم دوست فلانی سلام، سری میرن تو دایرکتش تهدیدش میکنن، بهش فحاشی میکنن، شما با این نرو، این کلی تهمت افترا. یعنی هدفشون در نهایت اینه که چی؟ دور و بر من خالی بشه، کسی حرفای منو گوش نکنه و اونا رو با یار خود دوست نداره. میگه آقا من نهایتش میگه آقا من چیکار دارم، من فوش میخورم. ولی چون هدف ما نبیله، هدف ما رضای خداست و امنیت کشورمون و سلامتی اجتماعمونه، در این راه مسلما سختیایی داره و من این سختی ها رو به جون و دل خریدم. بهشون گفتم فحاشی شما باعث ریزش گناهان من و خانواده هم میشه. ببین اخوی، ما به عنوان گفتم که برادر خودت، خب این زنده باشی از من بشنو. ببین مجازی اسمش روشه، یه چیز واقعی نیست. خب آدم ها با اسامی، با نمیدونم آیدی های مختلفی وارد میشن. بله اونا که حقیقی ها را که من طرف صحبتم حقیقی هاست. من طرف صحبتم حتی اون فیک جناب آقایره، اون فیکی هم که میاد حتما یه به قول من پشت این فیک یه شخصی نشسته که داره اون دگما رو فشار میده، حالا یه با اندیشه زلاله یا کثیف دور از جون. هدف داره سید، من پای حرفات و لایوات تقریبا آشنا هستم، یعنی زنده شاید ورود نکردم توی لایوای شما و از شما دفاع یا چیزی نکردم، اما خدا خودش میدونه کسانی که با تو روراست هستن، با تو راحت حرف میزنن، اونا هستن که حتی اندازه یک انگشت یک دستش هم کمتر هستن تو این دنیای خودمون. الان من اینو گفتم دیگه، بقیهش با خودته. شما مختاری تو هر دنیای خودت، چه مجازی چه واقعی، چه جوری برخورد کنی و چه جوری عمل کنی. من احترام میذارم به افکار شما. من اهدافمو دارم بزرگوار. من نه عمر، میدونی قضیه چیه؟ تازه اومدم سیدم تو تیک تاک، بعد این تیک تاک هم اصلا کلا با اینستاگرام و یوتیوب و اینا فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. اینم رفت اونجا میره میره تو گروپشون، اونا هم که میبینی 5-6 نفره میریزن روی آدم، با آدم اعصابش خورد میشه. خودم هم حتی شده 100 بار فوش دادم مثلا اموره. من خودم وقتی من لایف رو باز میکنم برای وقتی بین کارم یا بین وقتهای استراحتم، وقتی یه جای اسم ببخشید فحاشی میاد، من خودمو حتی به عنوان حتی وارد اون لایف نشدم، فقط ورق زدم مثلا توی تیک تاک لایف ها، نمیدونیم قبل از اینکه ورود کنی لایف میتونه تو خود پیجات بیاد، یعنی لازم نیست ورود کنی. وقتی بشنوی صدای توهین، صدای فوش، صدای چیزهای خیلی زننده که انسان ها ازش دور هستن، لازم نیست من یک ثانیه هم نگاشم نمی کنم. میخواد مرد باشه، میخواد زن باشه، میخواد موافق باشه، میخواد مخالف، اینا من لازم نیست جایی وایسم که بتونم حرف. نظر شما چیه؟ مثلا ما الان بیایم صحبت میکنیم، ما الان میایم صحبت، نظر من اینه. ببین نظر من اگه خواستی، من الان دارم صحبت میکنم، خب دارم صحبت میکنم برای خیلی عادی مثل همین الان، نه فحاشی بوده، نه تحریک بوده، نه عصابی بوده، نه فلانی بوده، خیلی. ولی یه عده به صورت هدف من مرتب میان، حالا با آکانت های حقیقی غیر حقیقی میان مرتب فوش میدن، یا مثلا خیلی محترمانه به من میگم آقا منو بیار بالا، منم میارمش بالا، یا شروع میکنه به فحاشی و بیادبی. خب آیا من دیگه به قول معروف کتاب
اهدافم رو ببندم، اون فکر و اندیشهی که دنبالشم و میخوام بهش برسم، حتی یک نفرم بشنم دیگه، باید ببندم تعطیل بکنم چون مثلا نه به من ببینید، پوش میدن. نه ببینید، بذار یه چیزی یه جور دیگه بگم. ببینید هر چیزی راهی داره، هر چیزی مکانی بگیر من داره. یاد میگیرم، حالا بفرمه بگی نه من یاد خواهش میگیرم. میکنم، من کوچکتر از این هستم که نه نه والله کسی یاد بدم، نه اما من علما عنوان نی یک برادر حقا بگم. ملکنه عبدن، این گفته امام علیه، من یاد بله میگیرم. علی ابن ابی طالب اینو گفته. الان یه چیز به تو بگم، من نمونهش رو همین داداش یوسف خودمون که ما خیلی وقت هم دیگه رو میشناسیم. ببین قبل از اینکه کسی وارد چیز بشه، یعنی لایف بشه، همین چند ساعت پیش بهش گفتم آقا یوسف، کسانی که نمیشناسیم شو، کسانی که کامنت بد میذارن، نه اینکه حتی بیارشون بالا، نه اصلا لازم نیست بیارشون بالا، وارد جمعشون کنی. شما در خونه تو در هر برای هر کس باز نمی کنی. چرا؟ چون هر کسی میتونه، هر حیوانی میتونه وارد بشه. اما شما این در رو دست خودته که برای کی باز کنی، با کی شروع کنی به صحبت کردن، فشار دادن. این تکنولوژی بازم یه چیز خوبی داره، با تمام که تمام مسائل منفی داره، اما این چیز خوبی هم داره. شما لازم نیست شک در آره با فشار دادن یک دکمه یا میوت میشه یا دیلیت و تموم شد، دارم قصه تمام. خیلی انجام میدیم، کسانی که خیلی دوست انجام دارن حرفای شما را بشنون، مطمئنن پای حرفای شما میشینن. شما هم با هم دوستات، با هم قطارات وقتی صحبت میکنی، باز میکنی بحث و حالا در هر زمینه دینی، مذهبی، ارقی، هر صحبتی که بکنی بدون اینکه یک توهینی بشنوی. ببین من مطمئنم هیچ روحی، هیچ آزادهی قبول نمیکنه که توهینی بهش بشه. اما وقتی من به عنوان یه برادر شما رو میبینم، حداقلش این همه به شما هجوم میارن و به شما توهین میشه، من خودم ناراحت میشم. اینکه شما هم حتما آزرده خاطر میشین. ببینین اینا، ببین من عرض کردم من الان 7 ساله به صورت حرفه‌ای دارم با اینا سرکله میزنم، با انواع اقسام روش ها اومدن با من طرف شدن، خب با انواع اقسام روش ها، حتی مثلا بهتون بگم باورتو نمیشه، حتی از سحر و جادو استفاده کردن، اینا که جادوگران آوردن خب، یا احساس کردن مثلا یه قدرت هایی دارن، به والله اینا رو هم آوردن که منو ساکت بکنن از این میدان بدن، یا از حالت های روحی روانی شدید اومدن استفاده کردن. آقا دیگه تو چی کار داری؟ آقا ول کن، آقا خسته میشی، آقا تو معذرت کمال، من رو صحبت من با شما نیست، چرا میدار برای خودت و خانوادت فش میاری؟ خب میگم برادر من، عزیز دل من، هر مسیری بالاخره سختی های خودش داره. من اگه این فشار رو نمیخوردم میفهمیدم یه جای کارم اشکال داره. من امروز داشتم دو سه مورد دیدم، فکر میکردم گفتم آقا چرا ما تا حالا یک مسلمونی رو ما ندیدیم خب که هیچ کتاب آسمانی که از نظر مال آسمانیه یا اخلاقیه خب یا صاحب مکتبیه، هیچ مسلمانی چه سنی چه شیعی ندیدیم که اینا آتیش بزنن یا پاره بکنن یا حرکت زشتی باشه انجام میدن. چرا واقعا؟ ولی که در طرف مقابل ما دیدیم هم مسیحی ها، هم یهودی ها، هم آتیست ها، هم اونایی که دنبال مکاتب دیگه یا بقول خودش انسانی ادعاش میشه انسانیت داره، میگه بهش میگه دینه چیه، میگه من انسانیت، میاد توهین میکنه، قرآن ما رو میسوزونه، آتیش میزنه. خب اینجا نشانه چیه؟ نشانه اینه که چی؟ کار ما درسته، هم لحاظ اخلاقی اگه ما دشمن نداشتیم، این حرکات رو ما نمیدیدیم از اینا، خب اون موقع ما میرفتیم زیر سوال. ببین الان برات یه مثالی میزنم، قشنگ قشنگ برات جا میفته. شاید در زمان پیغمبر، خب پیغمبر شما فکر میکنید زمانی که اصحابشو داشتن شکنجه میکردن زیر آفتاب، نمیدید، خبر نداشت، قدرت نداشت، نمیتونست شمشیر بکشه، نمیتونست حمله کنه، نمیتونست در فتح کرد، اصلا در فتح کرد کعبه مکه مشرفه، خب
کاملا آگاه بود، در اوج قدرتش. حالا شاید تو دوران چیزش بازم چهار تا هواخوا داشت، ولی وقتی مکه رو فتح کردن با هزاران شمشیر داخل شدن، ولی هیچ کس آزیار نه، کسایی که شب تا صبح اذیتش میکردن بهش باش دادن آسیزان، ولی بازم از قدرت شمشیر و زورش استفاده نکرد. بله نه منظورم اون زمانی که تازه بعثت کرده بود، تازه به پیامبری بعثت شده بود و داشت هواخواه داشت، ولی خب نه منظورم اینه که هواخواهان پیغمبر، اصحاب پیغمبر تو مکه زیر شکنجه های شدید از پدر عمار و یاسر گرفته تا بقیه، اینا زیر توی آفتاب شدید مثل بلال حبشی، همه اصحاب اینا شکنجه می دیدن و کشته می شدن و شهید می شدن، از زن و کودک و مرد و جوون و پیر. خب آیا پیغمبر، من سوالم اینه، شمایی که به قول خودمون یک سنی از شما گذشته، من فقط جهت یاداوریه، نه اینکه خدا، نه کسب فیض میکنم، مطمئن باشی در هر نقد منفی، من در هر مخفی بازم نکات مثبتی میبینم، حتی اگه منفی باشه. هیچ وقت شمشیر نکشید. مگه پیغمبر خدا آدم ضعیفی بود؟ مگه ترسو بود؟ مگه آیا پیغمبر خدا اینا رو نمیدید که دارن شکنجه میشن؟ مگه نمیدید که داره به اینا ظلم میشه؟ مگه نمیدید که اینا دارن شهید میکنن مسلمان ها رو؟ اما سکوته. بعضی موقع ها سکوت نشانه شکست نیست. بله. بعضی موقع ها یعنی عقب نشینی، یا اصلا به قول انگلیسی ها، حالا من اینه میگم که شما چون تو انگلیسی هستی میتونه متوجه بشی، اوید کردن موضوع یعنی نادیده گرفتن بعضی چیزا نشانه ضعفت نیست. مسلمن. اما ورود به یک، ببخشید، ورود به یک دستشویی مسلمن بوی بدی به شما میزنه. مسلمن شما مسلمن. ما دوری کردیم برادر من، دوری کردیم عزیز دل من، ما دوری داریم میکنیم. من خدا شاهده هر کسی، مثلا ببین، من لایوهای من اکثرا ضبط میشه، همین الان هم دارم ضبط میکنم، همین الان لایو من داره ضبط میشه. خب من تو کانال ها موجوده، هست تو کانال های یوتیوب هم هست، اینستاگرام هم هست، اینا موجوده. مثلا یارو میاد همیشه بشه برادر من، عزیز دل من، دورت بگردم، فحاشی نکن، قربونت برم، یه بار، دو بار، سه بار. خب ولی وقتی که بقول من مصر بر بیادبی و تهدید، خب ببینین الان شما مسئله جانم فداش پیامبر اسلام رو بردین یا ائمه اطهار رو بردین، خب ببین من معصوم که نیستم، نعوذ بالله، معصوم که نیستم، منم یه انسان عادی هم تو اجتماع بزرگ شدم، حالا از بقول معروف از طبقه پایینم هستم، بچه خیابون فرشته و چیزم نیستم. خب چون تو بقول معروف با این آداب و این رسوم و مثلا این لحن صحبت هام آشنا بودم، با همین جوری که دارم الان مؤدبانه صحبت میکنم، توانایی غیر مؤدبانه صحبت کردن هم دارم. خب ولی بدونی من معصوم نیستم، یه جای کارت به استخونم میرسه. به هر صورت وای میسن جواب میدم، یعنی اومدن گفتم، یا میگه آقا ببینین جناب آقای ریمه، اگه برین کانال یوتیوب هم نگاه بکنین، آثارش هنوز هست. من وقتی که اومدم تو فضای مجازی دیدم خب یه سری اشکالاتی هست، خب حالا تو قشرهای بچه های پایین یا این نسلهای جدید دیدیم دیگه اون فرهنگ و آداب سنن قدیم رو رعایت نمی کنن. ما گم شدن، یعنی ما بین فرق اوباشگری و مشتیگری رو دیگه نمی دونن. اومدیم ما چیکار کردیم؟ ما اومدم یه پیج زدم به نام انجمن مشتی های مبارزه با خودزنی و فحاشی ناموس. حتی داخل خانه من عینک میزدم، مثلا همین الان اینجوری نشستم عینک میزدم. خب بالاخره منم میشناختن قدیمو، دوست داشتم کسی منو بشناسه با هویت خودم، شکل و قیافم، ولی میگفتم آقا فهم میام صحبت میکنم. من 3 سال، این 5-6 سالی که دارم به صورت حرفه‌ای کار میکنم، نزدیک 3 سال این پیج رو من اداره کردم. در این 3 سال شبانه روزی به من فحاشی ناموسی میکرد، در صورتی که من یک کلمه زشت
جواب اینا رو نمیدادم وقتی می اومد، مثلا همین الانی که داره الان به من بی‌ادبی میکنه ساب کامنت، خب من جواب نمیدادم، گفتم برادر من فحاشی نکن، فحاشی خوب نیست، ناموس شما ناموس ماست، ناموس ما ناموس شما. 3 سال دقیقا همون حالتی که میگن آقا ما رو اپونه بدش میاد دقیقا جلو لونک سبز میشه، همون حکایت بود. 3 سال تمام میومدن به من چی میگفتن؟ میگفتن این بچه مثبته، این حالیش نیست، این بیغیرته، هرچی بهش فش میدیم جواب نمیده، بیغیرته فلان. انقدر کارت بستخون تا یه روز دیگه ما بریدم. خب گفتم بابا به والله منم میتونم بیادبی بکنم، بیحرمتی بکنم، بابا من خودم میتونم یه آموزشگاه فحاشی را بندازم. خب آقا نکنین ما هم بلدیم، نکنین. اونجا بود منم 100,000 مرتبه گفتم اونجایی که من مثل شما شدم شیطان برا من دست زد، گفت به جمع ما خوش آمدی. گرفت اینجا نبا آقای ریمن چی عرض میکنه؟ میشنوم هر خودتونو دقت کردی؟ اونجایی بله. که من وای بعد از 3 سال تحمل وایسادم، خب در برابر بیادبی و تهدیدات و ارعاب، حالا چه روحی روانی همه این کارا، وایسادم مثل خودشون جوابشون رو دادم. خب اونجا شیطان برا من دست زد و به جمع ما خوش آمدی. ببین شما توی انگلیسیت، من یه جمله رو میگم از خود انگلیسی ها. خب سلام خودستان، خیلی خوش اومدی. میگن که health and safety come first، یعنی شما که تو انگلیسی حد دقل این رو میفهمید. شما الان این چیزهایی که عرض کردین، من با شما هیچ کامنتی رو این موضوع نمیخوام بدم، اما برمیگرم با موضوعی که من خدمت عرض کردم. شما همه الان من کامنت میدم من میگم شما مثال شما من مثال پیامبر اکرم روی فدا رو گفتیم، گفتم من معصوم نیستم، من دنبال رهروش هستم. خب دنبال خصوصیات اخلاقی ائمه اطهار پیغمبر مکرم اسلامو دارم و دنبالش هم هستم. من به عنوان یک انسان دنبال یک کارنامه خوب هستم. من نمره 20 نمیتونم بگیرم، نه شما نه من نه کسی دیگه، نمره 20 اونا صاحب بودن. من اومدم بدیامو کم بکنم، خوبیامو زیاد بکنم، ولی یه جایی ممکنه خطا بکنم. شما مثال پیغمبر، من که نمیتونم مثل اون باشم که، ولی تلاش میکنم. شما در هر کسی دیگه آقا سید شماره ها رو ارقام خدا میزنه، اما ما وظایفی برای خودمون داریم و این وظایفی که از اینهایی که من خدمتت عرض کردم اینه که بایستی نذاری که، ببین وقتی میام به شما یه مسلمون، به یه بچه مسلمون توهین میشه، مسلمن به هرچی بچه مسلمونه توهین شده، شک توش نکن. ببین من شاید این موضوع رو نادیده میگیرم برای 2 دقیقه، اما دقیقه سومش باز میاد تو ذهنم. وقتی به دین شما توهین میشه، به تمام مسلمانای 2 میلیارد توهین شده، و من خودم شخصا میگم درصدی از این موضوع ماها مقصریم. نباید زمینه رو مهیا کنیم، لایفی رو بذاریم که ببخشید کسانی هستن که از لایف شما بیان و به دین من توهین بکنن. من نمیتونم بگم که آقا شما 10 تا مورد کنترل کردن لایف تو بذار که کسی توهین نکنه. نمیتونم دهن علیک سلام. ببینید این چیزی که شما میگین در فضای مجازی یه کار خیلی شاق یا اصلا غیر ممکنه. ببین همون جوری که شما الان مثال پیامبر روحی فدا رو آوردین، در ایام جاهلیت که این اصلا این فضاها نبوده، پیغمبر مکرم اسلام که اصلا معروف بود به صادق الامین، همه بهش اطمینان داشتن لحاظ خلقی و اخلاقی، شب تا صبح اذیت و آزارش میکردن. بعد شما مثلا بگیم آقا پیغمبر باید یه جوری رفتار میکرد که کسی بهش زباله سرش نمیریخت یا بهش بیادبی نمیکرد. نشد. ببینید آقا سید،
نه نشد. به من ببین جواب شما بدی، میشه الان نمیشه آقا؟ جواب ندید. میکنن الان، میکنن خب آقا، ببینید، نمیتونی جلوی این آدما رو بگیری. ببین ما یه جنگ ما بین خیر و شر داریم، چرا نمیخوای اینو قبول بکنی؟ من ما یه نمیتونم جنگ از بد و آقای خلقت، از بد و خلقت تا روز قیامت این جنگ خیر و شر، رحمان و شیطان ادامه داره. برادر بزرگوار من آقا سید، ببینید من هیچ نمیشه بحثی تلاشو با گرفت. اونم الان تو جنگ فضای جدال مجازی. در دنیا و در تاریخ، من اینو نمیخوام بگم. من یه چیزی رو میگم و دوست دارم حالا، نه اینکه توی لایف، بعدا خواهش از شما میکنم بشین دربارش فکر کن، فکر انتخاب دست خودته. من میگم هیچ لایفی، اگر هر لایفی، شما رو نمیگم اصلا، آقا یوسف نمیگم، هر لایفی اگر کسی اومد و به دین اسلام توهین کرد، شما میتونید بیاد بگید آقا من مسئول گفتن مردم نیستم، اما شما مسئول این لایف هستی. شما ببخشید، اگر نتونی کنترل کنی، اگر نتونی لایف تو زمینه توهین به ما هیچ موقع اجازه ندادیم، همه هم شاهد. شما طالب دیدین مثلا ما یه لایو بدیم، مثلا این فیلم بیاریم به تو به دین ما توهین بکنه، پشتک شما میکنم. همه دوستان دیدن شما رو، شما یک نفر هستید، 7-8 نفر میان و به اسلام توهین میکنن. شما اگر شمشیر بکشید میتونید با یه نفر مبارزه کنید، 8 نفرشون دارن پایین و بالا به دین خودمون دارن توهین میکنن. میگم که اونا هدفمند اومدن آقا، هدفمند. آره حالا من یه چیزی رو بگم، آره حالا مثلا سید چی نظاره، اینا توهینشون نمیکنن، توهینشون میرن همه لایبا میکنن، بفرمایید. گفتم تو فضای مجازی جلوی اینا گرفتن، اونا میدونن عقیده من چیه. جناب آقای ری دقیقا همون مثال رو برات زدن، گفتم چجوری ما رپونه بدش میاد دقیقا جلو دلونه سبزشه. اونا میدونن من یه فرد صاحب عقیدم، میخوان منو به جمله خودشون، به جرگه خودشون بیارن. دقیقا کارشه، میان این کارها رو میگن با تهدید و ارعاب و فحاشی. میگه آقا بیا مثل ما باش، بیا بی ادب مثل ما باش، بی دین مثل ما باش، من تن نمیدم. برای اینم اونا هر چی در چنده دارن میریزن رو. من تا حالا یه کاشی کسی یه میلیمتر دند عقب نگرفتم، نه از اهدافم، نه از دینم، نه از مکتبم. بذار اون یارو هر چی میگه میگه. من گفتم فحاشی با ریزش و آمرزش گناهان من و خانواده هم میشه. بذار شب تسا بفش کنم گناهان رو از افزده میشه. ولی در همون سید میشناسین دوست پایینیمونو آقای تمیم محمد؟ من دیدمش ولی من اوکی نمیشتم. اشکال نداره، ببینید صحبتشون رو محمد جناب آقای رئیس صحبتشون تمام بشه، بعد باقی دوستان سرکا خانم اسما اومدن، سالار داداش اومد، آقای محمد من چشام دقیق نمیبینه. سید منم، سید تمیم هم کوچیکه. آره تمیم، آره داداشمونیه، عزیزمونه، عشق منی همون سید. خوبی دادش، حالت خوبه؟ سلام و عرض ادب به تمام دوستان اینجا. سلام علیکم، خوش اومدین دوستان. این دوستمون حرفشو تموم کنه بعد من حرف میزنم. همون سید من اینجا هم بفرمایید. من خدمت تو عرض کردم آقا سالار، من نظر شخصی خودم رو میگم و اینو با صلاحیت صحبت میکنم، میتونم تاسوبم براتون توضیح دم. پذیرفتنش با خودتونه، یعنی با خود هر شخصی که میخواد واقعیت من دقیق به من بگید جناب آقای دقیق، مثلا من الان چیکار بکنم؟ آقا من یه سوال دارم، دلیل فحاش کردنشون چیه؟ یه سوال ما نیم ببینید. نه یه سواله آره آقا، فقط یه سوال من جواب، دلیلش این نیست که من و تو دیگه نباشیم. درود به شرفت، میگم اهدافشون اینه. اینا میان رو نقاط حساس ما دست میذارن که ما نباشیم، که اینا راحت کاری که میخوان بکنن، جنگ رسانه‌ای. درود به شرفت، دقیقاً همین. حالا میتونیم بشینیم دست رو دست بذاریم چهار تا بود ببینیم. میگم حتی از جادوگر استفاده کردن، از روانشناس آوردن. اول از های منو نشنیدید. من به آقای یوسف گفتم، اگه یادتون باشه، گفتم کسی که وارد اینجا میشه اگه ما نشناسیم نیاریم وارد. چرا؟ برای اینکه فحاشی نشنویم. درسته میشه؟ اینو میتونید بفهمیم یا نه؟ یعنی خیلی نه، اون که با فحاشش که بحث نمی کنیم، ولی مثلا اینی که عرایزم تموم نشده. وقتی ماها این در رو باز بکنی، در خونه تو باز کنی، ببخشید
از حیوان گرفته تا حشرات میتونن وارد بشن. تو نمیتونی به یه حشره بگی آقا تو چرا گاز میگیری، تو نمیتونی به یه حیوان بگی آقا تو چرا پارس میکنی. دقیقاً هم همین باز هر کسی میتونه بیاد توش، نمیتونیم بگیم ولی میتونیم بلاک میوت کنیم، ولی تا حدی که دست بله دقیقاً من همین رو میخواستم به آقا سید بگم. اجازه ندادیم ولی یارو میاد مینویسه با یه آکانت دیگه میاد. ببینین از من بپرسیم برادر من، میگم به صورت حرفه‌ای، به صورت حرفه‌ای نزدیک 6 7 سال من دارم لایو میدم. خب نبینین من الان دو روزه اومدم توی اینستاگرام توی تیک تاک با این جماعت به صورت نزدیک بالای 20 سال من تو فضای مجازی سوشال میدیا تو چیزای دیگه من الان اگه به شما یه چیزی بگم باورتون نمیشه. من باورتون نمیشه من با قشرهای تحصیل کرده که هر کدوم اساتید دانشگاه و فلان هستن، ببینین خیلی محرمانه است اینو من دارم میگم، ولی فقط اینو بهتون بگم، ما بین آنان ببینین من این فحاشی و بیادبی رو میبینم، چه برسه به قشری که الان ما تو این فضای میبینیم، باندبازی تو قشر تحصیل کرده، اساتید دانشگاه، هر اونی که ادب دوسته، ادبیات کار میکنه، همه این چیزا. ببین شدیدترین فوشا و رکیکترین فوشا و مافیا بازی رو من تو این قشرا دیدم، چه برسه به اینا. معذرت میخوام در رو باز بکنم یه لحظه نمید. والا من چی بگم دیگه تو این حالا من بگم از بحث نصیحت بیایم بیرون، بریم راجع به چیزای خود محکم‌تر صحبت کنیم. این سما خانم هم اومده فکر کنم می‌خواستید حرفی بزنید. سلام، خوش اومدید. سلام، خیلی ممنونم. من با آقای با ایشون صحبت دارم. سلام هستم. بله منو میشناسین دقیقاً، اومدم لایو بزنم. درود بر شما. فکر کنم یکی دو بار با هم لایو گذاشتیم. بله دفعه قبل با آقای رضا ما مشکل پیدا کردیم، دفعه قبلی که بالا بودم. فکر میکنم اگر بله که خواهش کردم گفتم با هم مشکلتون رو برطرف کنین اینا، درسته؟ دقیقاً بله درسته. خب خدا رو شکر. خیلی ممنون. امیدوارم که مشکلتون برطرف شده باشه. نه بابا ما حالا فکر کنم با هم دیگه مشکل داشته باشیم. با انشالله که جا محمد و آل محمد درسته. ببینیم چی میشه دیگه. کاش که همه مشکلات سر بحث دین بودش، کاش که سر انسانیت هم بود. ببین دین انسانیت، دین یه شاخش انسانیت. ما اصلا تو قرآن کریم اصلا یه سوره به نام انسان داریم، یه سوره کامل. چی بگم آخه همش دین نمیشه، آخه همش دارن با دین هر کاری انجام میدن متاسفانه. اگه توجه کنید دین فقط با دین انسان ها نگه داشتن، ولی با دین دارن هر کاری میکنن، هر جنایتی رو میکنن. نه بعد آدم عاقل باید باشه. با دین جنایت بکنن مثل داعش. بله. سر مردم رو میبرید، الله اکبر لا اله الا الله هم میگو. دقیقاً آقا سالار، متاسفانه توی ایران هم با صدای اذان مردم رو اعدام میکنن. ببین ببخشید، کسی که قتل کرده باشه حکمش چیه؟ قصاص یعنی اعدام. تعارف هم نداریم که کسی که بیاد بزنه برای با چاقو بزنه بکشه حکمش قصاصه یعنی اعدام. تجزیه طلبی که بیاد بمب‌گذاری کنه، بخواد کارخونه هواپیماسازی اصفهان منفجر کنه، حکمش قصاصه یعنی اعدام. اون محاربی که بلند میشه گوه اضافی میخوره، میاد مثلا بمب‌گذاری میکنه، آدرس شاطران رو درست میکنه، حکمش قصاصه یعنی اعدام. تعارف هم نداریم. هیچ تجزیه طلبی که با برق میکشن اونجا مثلا
من نمیخوام بحث کنم و دعوا کنم و بی احترامی کنم، مادم بالا خواهش کنم، مادم حرفم بزنم و وردا باید برم. بحث بی احترامی نیست خانم سما، واقعا کسی رو بی دلیل حرف ادام نکرد. آقای من اسم شما رو نمیدونم، مثلا آدمی که ببخشید برادر شما رو میکشتن تو رضایت میدادی؟ بله رضایت میدادیم، 100% رضایت میدادیم. نمیدونم شما رضایت میده، خیلی ها رضایت نمیدن، خیلی ها رضایت نمیدن. سرکار خانم سما، نه اون سما نبود، بلدستی چی بود؟ بلدستیشون بود؟ آره میگم که چه شما یه نفرش در بچه تون بکنید خودتون رو خدا میکنید. من فقط میخوام یه حرف بزنم برم پایین چون بودازه خیلی خستم. فقط خواستم بگم که ازم به حضور شما که من عموی خودم به خاطر ناموس وطن شهید شدش، به خاطر اینکه مردم زندگی خوبی داشته باشن، آرومی داشته باشن. خیلی ممنون از شما که همه خوب زندگی کنن. ولی تو این چند وقتی که تو ایران اتفاقایی که افتاده همش مربوط به دین اسلام نمیشه، مربوط به این میشه که مردم میخوان آزادانه زندگی کنن و متاسفانه مردم کیو میگی؟ یه لحظه من فقط رو این مردم شما تو حرفم، مردم کیو میگی دقیقا؟ میشه بگی اونایی که فراخوان دادین نیومدن؟ نه درسته دیگه، شما صدای بلند دارین، حرف علکی دارین میزنین، مردم مردم میکنین، ولی هیچکی باهاتون نیست. کدوم مردم؟ آقا شما 50 نو فراخوان دادین، یه بارش مردم تو خونه شون ننشستن مغازهاشون رو باز نکنن؟ پس کدوم مردم؟ مگه مغازهاشون رو باز نکنن؟ آقا شما میگین مردم با ما هن، مردم مردم میکنین. آقا اگه مردم با شما هن، چرا یه بار به حرف شما گوش ندادن؟ آقای سالار الان ما نزدیک 15 میلیون نفر توی تهران فقر داریم، فقیر داریم. از کجا میدونی 15 میلیون؟ جمعیت تهران چند نفره؟ وای سالی لحظه یه سوال دارم، جمعیت تهران چند نفره؟ من تو که تو خارج داریم، جمعیت تهران چند نفره؟ سما خانم جمعیت تهران چند نفره؟ من میذارم با سر جمعیت تهران چند نفره؟ جمعیت تهران چند نفره؟ من تو هستش آقا، جمعیت تهران چند نفره؟ یه سوال دارم مثلا، گفت 18 میلیون نفر فقیر داره، جمعیت تهران تو روز روشن که جمعیت تو 15 میلیون نفره؟ چرا حرف مفت میزنید که تاریخ به قول چی خروس دم در میاره؟ چی بگم بهتون؟ داری بی احترامی میگی. اگه اینجوری 11 میلیون میرم برای این طرز صحبت کردن با من اینطوریه، بس با خانواده خودتون چه طرز صحبت کردن دارید؟ میدونید من یه خانواده منی، تو یه آدم وطن فروش خائنی که فقط بلدی انتقاد کنی؟ نه شما فکر کردی که پرچم جمهوری اسلامی رو پشت سر آدم خیلی گنده ای هستی؟ نه چه نه با گندگی نیست، گندگی به چوب راکت نداریم. برو پایین خانم محترم، بشین بابا. مردم یه جور مردم میکنن آدم یه سری تیترهای بزرگ بهشون دادن، خب فقط همون هاست تو ذهنشون، تو تصورشون، بدون اینکه یه مقدار تعمق تفکر بکنن راجع به این تیترها که کیا و چه کسایی این تیترها رو بهشون دادن و دنبال چه اهدافی هستن. نه خیلی جالبه، داره میگه تو تهران تو فقره، جمعیت تهران تو شب 13 میلیون، تو روز 16 میلیون. 18 میلیون از کجاش داره؟ کمتر هم هست از این. من یه چیزی رو بگم فقط، خدا بعض بچه ها بعض اونایی که تو تهران از من شما که تو خارج هستیم بهتره به والله. آقا سید اجازه بده من یه فاکتوری بگیرم از این موضوع اقتصاد. خواهش مردم مثل این که چشاشون روی حقایق میبندن. این موضوع رو من یک ساعت پیش با آقا سالار داشتیم صحبت میکردیم، میگفتم اگه نمیخوای واقعیت رو ببینی، they are ignorant is no point، یعنی اصلا فایده ای نداره، شما واقعیت رو بذار. الان بهت گفتم یه بار دیگه تکرار میکنم، آفتابه بیار بذار جلوش، میگه نه این آفتاب نیست این ماهه. اگه کسی نمیخواد واقعیت رو بپذیره، شما که
همه شماهایی که تو اروپا نشستید، خانواده هاتون توی عشق دارن زندگی میکنن. من نمیخوام بگم که فقر وجود نداره، ایران مدینه فاضل است، اصلا اینجوری نیست، همیشه بوده و خواهد بود، فقر همیشه هست. اما تو همین کشور هست، تو همین انگلیس تلویزیون زده 30% زیر خط فقرن، خود بی بی سی گفت، من خود پیجم هم گذاشتم. اجازه بده آقا سالا، من زمانی که از ایران در اومدم تو کوچه ما 4 تا ماشین بود و اشخاصشون هنوز یادمه کیا ماشین داشتن. خب الان شماها اگر کسانی که نمیدونن سالها از ایران دورن میتونن با خانواده‌هاشون تماس بگیرن، تو هر در خونه حداقل 3 تا ماشینه، 3 تا ماشینی که حداقلش بین 10 تا 15 هزار چیه؟ 15 هزار پونده، یا بذار بگیم یوروه که الان بعضی تو اروپا، ببخشید ما که تو اروپا هستیم این پول نداریم بابا. الان تو کوره دهاتا، تو کوره دهاتای ایران آب هست، برق هست، اینترنت هست، حالا بشقاب ماهواره هست. حرفم به کوره دهاتا، به خدا سال 2001 من پلی استیشن 1، تازه پلی استیشن 2 اومده و تو اروپا من رفتم اینا تو نقطه مرد چیز تو ایلمون تو ملکشاهی تو خونه هاشون تو دهات پلی استیشن 1 بود، تازه پلی استیشن 2 اومده بود اینجا. پارسال یه جوری حرف میزنن میگن انگار مثلا مردم ایران الان تو صحرا گیر کردن. آقا یه نمونه خیلی ساده شو بخوایم ما مثال بزنیم، نگاه کنید آقا، پراید 200 میلیونه، بعد هر کسی حق نداره برای اگه ماشین داشته باشم حق ندارم ثبت نام کنم، یعنی اون ماشین دارا ثبت نام نمی کنن. 200 میلیون، 11 میلیون نفر ثبت نام کردن، 200 میلیون از پیش دادن، یعنی بالای 10-11% جمعیت مردم 200 میلیون داشتن، پیش پیش دادن برای ماشین. دقیقا. خب من این صحبت ماشین یه فاکتور گرفتم، صحبت از نمیدونم پلی استیشن شد. پلی استیشن وقتی اومد توی انگلیس 5 میگم اینجا توی آرگوس که میرفتی، یعنی توی سوپر میرفتی نداشتن، چون بایدی بیرون نوبت باشی و چون تقاضا زیاد بود. توی ایران به من زنگ زدم برامون یکی میاری؟ گفتم چی رو بیارم؟ گفتن پلی استیشن 5. گفتم مگه من برای بچه خواهرم گفتم مگه میدونی چیه؟ گفت آره تو بازار هستش. گفتم واقعا؟ گفتم آره. آقا ره چی میگی میبینی چی؟ بچه خواهر من حالا شما تهران به شما گفتن شهر، من میگم تو دهات، تو کوره دهات، تو کوره دهات های من اونجا ماهواره و پلی استیشن 1 دیدم، هنو پلی استیشن 2 نیومده بود تازه. حالا اینو گفتیم، حالا اینو گفتیم، اما این بی انصافا هیچ وقت حرف واقعیت رو نمیدونن. 40 سال ما تحریم، آره 40 سال حتی دارو هم وارد کشورمون نمیشه، 40 ساله ببخشید یک پرنده هم نمیذاره به کشورمون پرواز کنه. اینا رو کورن، نمیفهمن، نمیبینن، کرن، نمیشنون. جناب آقای ما یه مش آدمه، یه مش آدمه، سکمون بکمون آمیان فهم لای عقلون. به بنابراین همتی که شما کردید تو کوچه خیابونای لندن و برلین و نمیدونم واشنگتن و کشورها ریختین، به والله اگه نصف این همت رو میگردین، خب انگلیس تحریما رو از ایران برداشته بود. وقتی من گفتم وقتی اینا میرن نامه می نویسن امضا میکنن که تحریم کنن، سید چی داری میگی؟ مملکتشون رو میفروشن، میگن میدن اسرار مملکتشون رو میفروشن میدن به دشمن که من ایران رو تحریم بکنن، بعد یه مردم گشنن نون شب ندارن. ببین وقتی میگم سکمون بکمون امیون فهم لا یفهمون یعنی چی؟ یعنی اونا چشاشون گوشاشون و دهناشون نمیفهمن، نمیتونن ببینن. شما حالا آقا سید یه لایف بذار، هی بذار بهت فوش بدن، یا به دین تو، مذهب تو، به کشور تو، به آیین تو، به نظام بذار فوش بدن. بابا من تو با من دارم صحبتی رو میکنم که واقعیت، که شما هر روز داری باش دست و پنجه نرم میکنی، شما با یه آدم ها داری سر کله میزنی، با یه آدم ها داری حرف میزنی، این خانمی که داره حرف میزنه، اون خانمی که جفتشه، یا ده ها هزار از این آدم هایی که نون
نونو میخورن و چی میگن نمک میخورن و نمک رو میشکنن وطن فروشن. من میتونیم اینا رو عوض کنیم؟ تو نمیتونی اینا رو عوض کنی. هیچ وقت هیچ کسی نمیتونه عوض کنه. من میگم فرش نذاریم براشون، رومی باز نکنیم، اتاقی براشون باز نکنیم که بیان به ما، به دینمون، به مذهبمون، به پیغمبرمون، به قرآنمون، به آیینمون، به کشورمون. ما هیچ فرصت نمیدیم و نمیذاریمشون. آقا سید من نمیگم شما فرصت میدید، من نمیخوام به شما توهین کنم، بهت میگم شما فرصت میدید، خدای نکرده من میگم شما اگر لایک بذاری وقتی داری میبینی. ببین الان آقا یوسف چارچشمی داره همه رو میوت میکنه و دیلیت میکنه، بازم بعضی ها دارن پارازیت میندازن. مجبوریم کسی که میخواد اتاقی رو باز کنه باید یه نگهبان دم درش باشه، ببخشید وگرنه هر حیوانی میاد تو. انتظار نداشته باش همه لیست بزنن، انتظار نداشته باش. علی عینی، علی عینی حجی، علی عینی رحم الله والدی. شما دکتر زبون هم نمیفهمین داداش، ما نمیفهمیم وسط چی میگه. نه گفت که سر چشم، نه رو چشم بحث ما چیز دیگه بود. ری جان اینا خیلی چیز هست، من یکم اینا رو بشورم. میگن عرب فرست. آره عرب و پدر ایران سازتون بود. ولی الان ببینید اگه اینا نمی اومدن این صحبت ها رو نمی کردن، ما جوابای محکم و صریح به اینا نمیتونستیم بدیم. بعد بیاد یه چهار تا بقول یه غذا یه فلفل و نمک هم میخواد. اینا بعضی موقعا فلفل و نمک لایون باید بیان خو یه نق یه جرقه میزنن، ما هم فکرمون باز میشه، فکرمون باز هست به عنایت خدا. ما خدمت داریم میدیم همونجور که الان شما جوابشون رو درست دادی. عزیز من سید جان، عزیز اگه نمیگفتن ما هم خام بودیم. اینا میرفتن این میرفتن برای خودشون شایع سازی میکردم وظیفه. به قول حضرت آقا ما الان وظیفه جهاد تبیین داریم، باید آگاه سازی بکنیم. گوش کن عزیز من سید، آقا سالار ما هممون خط قرمز داریم. خط قرمزمونی که نمیتونیم بذاریم کسی بیاد به ما توهین کنه. ببین یه نفر به من توهین کنه شاید ازش بگذرم، میدونی؟ شاید ازش گذشت کنم، میگم میدونی چیه، الله سامحک، برو خدا تو رو ببخشه، برو. اما کسی که بیاد به خطوط، به ناموست، داره به آیینت، داره به پیغمبرت، به این خطوط قرمز که رد میکنه هیچی، داره به تو حمله میکنه. خب اون موقع است که تو وظیفه داری این بساط رو جمع کنی. دهنش رو ببنید ما گل میدید آنتونی رو هم بزن یوسف. ببین الان چقدر دارن میان چپه. ببین یعنی ما فقط باید لایف بذاریم. ببینین نمیشه، ببینین بقول با هی دگمه رو بزنیم. بابا اینا مثل مور و ملخ هن. اینا اصحاب شیاطین هن. بابا اینا اصحاب شیاطین هن. اصحاب شیاطین کم نیستن. پاشنه در رو دور از این معذرت بوام رو پاشنه رو نامرده و ناجم و مرده داره میچرخه. وظیفه همین هم باعث میشن که ما صدای حقمون رو بالاتر ببریم. ببینیم ما الان حقانیت رو گفتیم، اومدن یه جرقه زدن، ولی ما آتیش حقیقت رو بور بشتادیم. میگن که بقول آقا سالار میگن آقا عرب پرستی. آخه بابا من میخوام بدونم حکام ما کدومش عربه؟ خب بهشون میگه نشستیم باشون صحبت کرده سال هاست، بهشون میگه دو تا کلمه، بهشون میگم آقای رفسنجانی عربه؟ میگن نه. میگم که خب آقای خامنه ای عربه؟ میگن گفتم آقا اگه نمیدونی من به شما میگم آقای خامنه ای ترک الاصله. خب اگر شما نمیدونید همه کسانی که تو رأس حکومت جمهوری اسلامی هم هیچ کدومشون عرب نیستن. اگه شما مشکلتون با اسلامه خب پس برو خودتون یه جای گم و گور کن. خب اگر صحبتت این که میخوای یه قضیه ای رو ببین، اینا همش درسه، کسانی هستن که دو گوششون خوندن. اینا هم مثل ببخشید توتیوار یه چیز رو بلغور کردن، وگرنه خودشون هم میدونن اگر بشینن فکر کنن. هیچ کدومشون از حضراتی که تو الان تو جمهوری اسلامی هستن از کشور دیگه ای نیومدن. نه کسی از مصر اومده، چه میدونم از الجزایر اومده، هیچ کدومشون از کشور عربی نیومده، کسی از عربستان نیومده. کاملا هم با قول خودمون آیدئولوژیکای مختلف
هستن اما هیچ کدومشون عرب نیستن. اما اینا میارن، میدونی از کجا منشأت میگیره؟ همون کاری که اینا الان نتونستن ببینن یک کشوری مثل قدرتمندی مثل ایران بیاد با یک کشور قدرتمندی مثل عربستان بیاد دو هم دوست بشن. اینا نمیتونن، مردن، از اسرائیل و آمریکا گرفته تا بقیه، من نمیخوام اسم بیارم. خب من شما میدونیم اینا داستانو، من شما میدونیم، اما نمیتونیم بیاییم کسانی که چشاشون رو بستن، گوشاشون رو بستن، دهناشون رو بستن بفهمونیم. کسی که خوابه میشه بیدارش کرد، اما کسی که خودش رو خواب زده نمیشه. اینا خودشون رو خواب زدن. ولیکن ببین اینا دارن رو نسلای جوون ما دارن کار میکنن و به صورت حرفه‌ای و دقیق. و این جنگ چه اسم زیبایی هم برای جنگ، اینا جنگ ترکیبی را انداختن. وظیفه من، وظیفه شما بزرگوار، وظیفه امثال جناب آقای سالار، یوسف نازنین، اونا که در این خط هستن الان باید اطاعت از فرمانده کل قواست. جهاد تبیین داریم، باید وایسیم، ریاضت بکشیم، خوش بخوریم، چوب بخوریم، حتی تو خیابون ممکن ما رو بزنن، لطو پار بکنن. ما اتحادمون ادامه میدیم، به وظیفمون ادامه میدیم. این فتوای حضرت آقا سمون لبه گفتیم. به صورت من با گذاشتن در باز و ورود آدم های بیشتر کنترل میشه، بیشتر کنترل میشه انشالله. آره، توهین کردن به مقدساتمون من موافق نیستم. شما سیبی جان، ما کسی موافق نیست. سیبی جان به خر توهین نکن، خر حیوان درستیه، حمال کار میکنه، فلان چنان. آره بابا نجیب، دو جان من برو مدرک پایی کنم، فردا میان انجمن نمیدونم خران چی میان از همون شکایت میکنن، میگن براندازه رو بابا مقایسه کرد به خدا. آره انجمن خران دارن، حزب خران دارن. نه مگه نمیدونی توی انگلیس کمک میکنن؟ مگه نمیبینی یه چرتی دارن یه اینجا کمک میکنن؟ آره معروف، خود تو تلویزیون داره نشون. تو ایران داریم، تو ایران هم داریم یه تیپ آدمایی داریم که برای خودش یه انجمنی تشکیل داره. ایران هم داره از اونها حمایت میکنه. نه واقعا با افتخار خوش میام. حالا قراره میگیرم زبون بسته ها رو میگیرم، من فیلمشون رو دیدم و گوشتاشو میفروشم. علی کل حال انشالله که موفق و معید بشن، سلامت باشن سید. بله انشالله ما اونا که هم فکر ما، هم عقیده ما، خدا دوستن، اهل بیت دوستن. این جنگ ببین، این جنگ ادامه داره جناب آقای ری. دوستان بزرگ گفتن از همون لحظه ای که قابیل سنگ و برداشت حابیل گشت، یا قبلترش جریان حوا و حضرت آدم و از بهش بیرون شدنش شیطان تکبر کرد علیه انسان، این جنگ ادامه داره و همچنان ادامه خواهد داشت تا روز قیامت، حتی در عصر ظهور هم خواهد ادامه داشت. میان می جنگن آقا، ما هم باید خودمونو قوی بکنیم، هم فکر، هم اندیشمون، هم چه مادی چه معنوی، به قول معروف ایمانی، فیزیکی، سلاحی. چرا از اقتدار ایران میترسن؟ از این موشکای ایران میترسن؟ الان براتون یه داستان میگم. قوی بکنیم آقا، قوی بشیم. باید قوی بشیم. میگه که سلام خانم نیلو. میگه که سلام بانو. سلام بفرمایید. من نیده بودم فرمایید. میگن چینی‌ها زمانی که تصمیم گرفتن کشورشون در امان باشه، اومدن دیوار بزرگ چین درست کردن. اما متاسفانه توی 100 سال اول بعد از ساختن دیوار 3 بار مورد تهاجم بیگانگان قرار گرفت. نگهبانان رو می‌خریدن. بله، تونست که ورود کنه. چرا؟ به خاطر اینه که چینی ها مشغول شدن به ساختن دیوار و غافل شدن از ساختن انسان، نگهبان، نگهبانه.
اون دروازه، چون دشمن دیگه لازم نبود از در دیوار بره بالا، پولی میداد به این دربونا و از خود در وارد میشد. من فکر کنم من منظورم به دوستان برسوندم. مشکل ما اون دره نه دیواره. وقتی من میگم نذاریم دشمن ورود کنه، منظورم اینه آقایون. به صورت اگر من چیزی گفته باشم و خدای نکرده نه عزیز، عزیز استفاده بردیم، گرفته باشید، حیاکم الله استفاده بردیم. منم اگه اجازه بدین داداش یه بریک بگیرم استراحت بکنم، من امروز خیلی سردرد داشتم نمیدونم چرا. بریک بگیرم استراحتی بکنم، با اجازهتون مرخص میشم. منم یه باشه یواش آره. ساعت 11 دیگه ما فردا طبق معمول کار داریم. یوسف جان خیلی خوشحال شدم. جناب ولی ممنون و سپاسگزارم. ان شاء الله که هممون عاقبت بخیر بشه. بهترین دعای من. تو خودت تو بنداز پایین، ما سه تا بچه انگلیس نشستیم اینجا داریم تعریف میکنیم. قطع میکنم بگید. شما میگید میخوایم بریم، من اینم دوستا رو بخواد میدم ما فردا باید بریم دیگه. ما هم تو مرخص بشن بدایی داری سید جان، خیلی خوشحال شدیم از صحبتاتون. فیض بردیم، حیاکم الله، حیاکم الله. ری جان خدا حافظ شما. منم یواشا بچه ها پایین سی وی عزیز نیلوفر خانم